به نام خداوند جان و خرد، سلام، شب شما بخیر. امشب هم در ادامه سلسله بحث‌های شب‌های گذشته به موضوع آثار سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد می‌پردازیم. حالا امشب به طور خاص علاوه بر اینکه اثر اجرای سیاست ارز ترجیحی بر متغیرهای کلان رو بررسی می‌کنیم، به خصوص متغیرهای پولی و ارزی، به هزینه فرصت اجرای این سیاست هم گریزی خواهیم زد. یعنی چی؟ معنیش اینه که اگر ما این سیاست رو اجرا نمی کردیم، این 65 میلیارد دلار رو به این صورت هزینه نمی کردیم، چه کار می تونستیم بکنیم که اتفاق بهتری باشه؟ و البته تأثیر اجرای این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد رو هم که همون تولید باشه بررسی می کنیم. مهمانو رو خدمتون معرفی می کنم، جناب آقای دکتر سعدوندی، اقتصاددان. خیلی لطف کردین، تشریف آوردین، خیلی محبت کردین. آقای دکتر سعدوندی، حالا با این مسئله ما بریم جلو که اجرای این سیاست ارز 4200 تومانی از نگاه کلان اقتصادی چه آثاری رو برای اقتصاد ایران در پی داشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیزم و تشکر می‌کنم به خاطر موضوع بسیار مهمی که انتخاب فرمودید و توصیه این بود سالیان سال بود که شخص بنده منتظر بودیم که یک چنین اتفاقی بیفته و ما بتوانیم آگاهی سازی به جامعه داشته باشیم که مضرات این نوع سیاست ها چه هست. چون متاسفانه یک چیز حدود 50 سال است که ما یک سری سیاست های اقتصادی رو مرتب آزمون میکنیم و می‌بینیم که خطا بوده، مجددا آزمون می‌کنیم. همین ارز ترجیحی یا ارز دولتی یا ارز چند نرخی، اینها سیاست‌هایی است که در دنیا تقریبا برچیده شده، نه فقط در کشورهای پیشرفته برچیده شده، بلکه در کشورهای در حال توسعه هم به ندرت شما میتونید چنین سیاست‌هایی رو پیدا کنید. شاید انگشت شمار باشن کشورهایی که چنین سیاست‌هایی دارن. دلیل چیست؟ دلیل این هست که این نوع سیاست‌ها تأثیر مخرب شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان داره. من یک نمونه را خدمت شما عرض کنم. شما الان ملاحظه می‌فرمایید که متأسفانه نرخ ارز بازار آزاد بسیار افزایش پیدا کرده. واقعیت این هست که وقتی که شما سیاست‌های تبعیض قیمتی رو در پیش می‌گیری، سیاست نرخ ارز چندگانه رو وقتی در پیش می‌گیری، این باعث میشه که نرخ ارز بازار آزاد اورشوت بکنه، بیش جهش داشته باشیم. دقت می‌فرمایید؟ یعنی به جای اینکه یک نرخ میانگینی داشته باشیم، اگر ما در این 3 سال ارز 4200 نمی‌داشتیم، 32 میلیارد دلار رو تزریق نمی‌کردیم به ارز 4200، الان نرخ ارز ما یک نرخ میانگینی احتمالاً داشت. حالا اینکه 12 تومان بود، 15 تومان بود، معلوم نیست. ولی با همین شرایط فعلی، اگر کشتیبان را سیاستی دیگر می‌آمد، الان نرخ ارز ما به مراتب، نرخ ارز بازار آزاد ما به مراتب پایین‌تر بود. خب مقامات دولتی، سیاست‌گذاران اینجوری عنوان می‌کنن که ما اصلاً بازار آزاد ارز رو به رسمیت نمی‌شناسیم. بله، شما به رسمیت نمی‌شناسید. در ذهن شما فقط ارز 4200 است. در طی 3 سال گذشته مطلقاً تغییری نکرده. ولی واقعیت‌های بیرونی کاملاً متفاوته. مردم اتفاقاً اون ارزی رو که مد نظر قرار میدن و لنگر انتظارات تورمی مردم، لنگر اسمی تورم هست، این ارز ارز بازار آزاد هست. همین که نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز دولتی فاصلهش بیشتر میشه، شما می‌بینید که مبنای میشه برای رانت و فساد. پس فساد هم به شدت افزایش پیدا میکنه. مشکل اینجاست که نرخ رشد اقتصادی رو هم کاهش میده، تورم رو هم از مجرای نرخ ارز بازار آزاد که رشد میکنه، متاسفانه تورم رو هم افزایش میده. یعنی شما وقتی که یک سیاستی رو ما گذاشتیم که بنده به عنوان اقتصاددان در این چند سال هر چه گشتم حتی یک مزیت پیدا نکردم که بیام الان خدمت شما، خدمت مردم عزیزمون بگم نه، در این زمینه هم ارز 4200 لااقل در این زمینه موفق بوده. هیچ گونه توفیقی من در این سیاست تا امروز ندیدم. درست. آقای دکتر سعدوندی، حالا اگر ناظر بر صحبت‌های جناب دکتر رضاخواه نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه من می‌خوام به طور خاص با توجه به تخصص شما در بحث بازار پول و تورم، سازوکاری که باعث شد ارز 4200 تومانی دامن بزنه به پایه پولی و نقدینگی و تورم رو از شما بشنوم. بله، حتما. نکات بسیار خوبی رو آقای دکتر رضاخواه فرمودن، تشکر می‌کنم از ایشون.
یک نکته رو فقط من شاید یک اختلاف نظر کوچکی داشته باشیم. برداشت بنده این هست، وقتی شما تغییر قیمت‌ها رو، قیمت کالاها در بازار آزاد بر اساس نرخ 30,000 تومان داره در واقع سنجیده میشه و شما اینجا میایید هزینه ها رو کاهش میدید به خیال خودت در نرخ 4,200 و تصور این هست که قیمت در بازار آزاد باید بر اساس نرخ 4,200 تعیین بشه. اتفاقی که خواهد افتاد اگر تمام 85 میلیون نفر مردم ایران هم تبدیل به پلیس بشوند و پیشرفته ترین سیستم های کامپیوتری دنیا رو هم بیاریم که بخوایم نظارت کنیم، وقتی فاصله رانتی اینقدر شدید هست مطمئن باشید موفق نخواهد شد. و ما در این سالها چه قبل از انقلاب در دهه 50 چه بعد از انقلاب بارها و بارها تجربه کردیم چنین سیاست هایی رو. شما منبع رانت و فساد به وجود می آورید، بعد سعی می کنید از طریق نظارت و اعمال نظارت بیشتر این منبع رانت و فساد رو در واقع یک جوری عواقبش رو کنترل کنی، کنترل نخواهد شد. این شما مطمئن باشید ما راهی به جز حذف ریشه فساد نداریم. الان ریشه فساد همین 4200 و البته یکی از ریشه‌های فساد هست، ریشه‌های متعدد فساد داریم مثل همین ارز 4200. ما حالا در مورد بحث فساد و رانتش قشنگ بخشی رو در برنامه اختصاص دادیم. منتها حالا شما اینو فرمودید من عرض بکنم، ما در همین برنامه گفتگوی ویژه خبری به کرات برنامه گذاشتیم که یک نامعادله رو جوابشو پیدا کنیم. اون چی بود؟ ارز 4200 تومانی تبدیل به نهاده میشد، ذرت و کنجله و سویا و جو. اینا میومد، خب یه سامانه‌ای بود به اسم بازارگاه، این باید تخصیص میداد به مرغدار و دامدار، اونم باید مرغ و گوشتش رو و تخم مرغش رو متناسب با این نهاده چیکار کنه؟ عرضه بکنه. که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. بعد اتفاقی که افتاد این بود که با هر کدوم از این تولید کننده های تویور و دام که صحبت میکردیم میگفت من حد اکثر 50% نیازم از بازارگاه میگیرم. خب این 50% که از بازار آزاد تأمین میشد از کجا میومد؟ ما که تمام نهادمون وارداتیه عمدتاً. این جوابشو من پیدا نکردم، یعنی اینقدر شاید بالغ بر 10 تا برنامه گذاشتم مسئول وزارت جهاد، گفتم این بازار آزاد از کجا تأمین میشه ماده نهاد؟ جوابش اینه که آقای دکتر گفت چون اینقدر فاصله بازار آزاد با ارز ترجیحی شما زیاده که این باعث ایجاد فساد میشه. بله همیشه خب میفرمودید که حالا بحث تورمزا بودن این سیاست بله صورت. البته بجز این مسئله صادرات مجدد همین کالاها هم هست، پروسس میشه، فراوری میشه، مجدد صادر میشه. بچه من اونم ما توی گراف داریم، ان شاءالله بعداً یه چند دقیقه دیگه بلند میشم و چند تا نمودار حالا من خدمتتون عرض کنم در مورد این که این ارز 4200 اتفاقا نه فقط تورم زدا نبوده، تورم زا هم بوده. آخه هم پیاز رو خوردیم، هم چوب رو خوردیم، هم پول رو دادیم، هم آبرومون رفته. ما چیکونه ممکن این سیاست‌ها رو بتونیم توجیه کنیم؟ دقیق میفهمید یک مسئله که اتفاق افتاده توجیه ارز 4200 که این بوده که ما میخواییم به محرومان و مستضعفان کمک کنیم که آمارها نشون خواهد داد که مطلقا کمکی نخواهد شد. از روز اول بعد بنده روی مسئله بحث داشتم. مسئله دوم این هست که گفتم باشه، یعنی منظورتون اینه که دهک‌های پردرآمد بیشتر از این ارز 4200 استفاده؟ اصلا همین هست، اگر غیر از این هست اصلا دهک‌های ما اصلا برداشتی از سطح فقر در کشور نداریم. در یک برنامه دیگر تلویزیونی بنده عرض کردم اون افرادی که در دهک اول و دوم و سوم درآمدی حضور دارن که من احساس می‌کنم دین دارم نسبت به این حرف، به این افراد اصلا تا این برنامه امروز ننشستن. یعنی ما متأسفانه عمق فقر خیلی شدیده و حتی شما وقتی قیمت رو کاهش میدهید این افراد توانایی خرید باز هم ندارن. بنابراین همون سیاست های دیگری که حالا اگر زمانش برسه ما در موردش صحبت کنیم، سیاست های در واقع حمایتی. اما اینجا در مورد این مسئله که شما فرمودید که آیا ارز 4200 موجب کنترل تورم شده یا برعکس ارز 4200 در واقع تورم رو تشدید کرده، واقعیت این هست خدمتتون عرض کردم که شما وقتی ارز 4200 رو خریدید در واقع در اختیار یک سری افراد خاص قرار میدید، به طور بسیار شدید نابرابری در کشور به وجود میارید. کل این ارز در اختیار حد من برداشتم اینه که بیش از چند صد نفر نبودن، بیش از چند صد وارد کننده نبودن که این ارز رو در اختیار این افراد قرار گرفته. حالا شما اگر که بخواید دست بالا رو بگیرید میفرمایید مثلا چند هزار خانوار بودن، چند هزار وارد کننده نور چشمی بودن که اینها از ارز 4200 استفاده کردن با این توجیه که ما میخواییم 85 میلیون مردم ایران رو منتفع کنیم. اتفاقا واقعیت این است که خود این افراد منتفع شدن
بیش از هر کس همین افراد منتفع شدن. اگر منتفع نمی شدن که نمی اومدن ارز 4200 بگیرن واردات داشته باشن. درست. اگر منتفع نمی شدن که بازار سیاه برای این نوع سهمیه ها به وجود نمی اومد. اگر منتفع نمی شدن که فشار سیاسی به وجود نمی اومد. پس منتفع می شود. واقعیت این است که وقتی منتفع شدن تغییر سطح درآمد و ثروت در جامعه به شدت تغییر می کنه. ما الان صدک صدم درآمدی داریم، بسیار بسیار وضع مالی خوبی دارند و 99% داریم که یک زمانی ما میگفتیم 96% مشکل دارن. امروز من خدمت شما عرض میکنم 99% مردم جامعه حداقل اینا که با کسری بودجه خانوار ممکنه مواجه باشن و فقط 1% بسیار برخوردار هستن. این افراد بسیار برخوردار در جامعه‌ای که دو قطبی شده، در جامعه‌ای که این رانت‌ها و تبعیض‌ها شکل گرفته، این افراد اجرای این سیاست دامن زده. دقیقاً این افراد چه میکنن؟ دیر یا زود از منابع ریالی حاصل از این چنین سیاست‌هایی، من عرض کردم از بر اساس پرسشی که از دیگران داشتم 32 میلیارد دلار در عرض 3 سال جناب رضا خان که 65 بوده. بله بله بابا بله. خیلی فقط سال اول که 97 باشه 31 میلیارد و نیم تخصیص داده. من اگر یک زمانی اگر شما فرصت بدید خدمت رو عرض می‌کنم یعنی چی 65 میلیارد دلار ما چه می‌توانستیم بکنیم و آتش زدیم به این منابع کشورمون. می‌رسیم به هزینه فرصت. فقط اینو خدمت رو عرض کنم. بله. منابع ریالی که انباشت میشه، افرادی که منتفع میشوند چون بسیارشون خانواده‌شون خارج از کشورن، اینها از عرض بازار آزاد استفاده میکنن که این منابع رو خارج کنند از کشور. عرض بازار آزاد عرض فرار سرمایه است. متاسفانه با این سیاست ما یک مجرایی به وجود آوردیم که عرض بازار آزاد مرتب بیشتر و بیشتر و بیشتر بشود و هیچ قیمت ذاتی این افراد در ذهنشون نیست. یعنی اگر عرض بازار آزاد خدای نکرده بشه 50 تومن بشه 100 تومن، باز هم همین افراد که منتفع شدن از رانت 4200 میرن عرض 100 تومانی رو میخرن و از کشور خارج میکنن. من یک نکته رو عرض کنم، بعیده که دولت و سایر نهادها و تصمیم گیران متوجه عمق فاجعه شده باشن. بله ما به نظر بنده داریم 4200 حذف میکنیم، شاید کفگیر به تعدیل خورده، مطمئن نیستم، ولی ببینید در بودجه سال 1400 در بودجه سال 1401 جناب آقای دکتر رضا خواه در لطفا اینا رو مطرح بفرمایید در کمیسیون برنامه و بودجه، ما متاسفانه پول حاصل از فروش نفت رو وارد بودجه میکنیم، ما متاسفانه برداشت از صندوق توسعه ملی انجام میدیم وارد بودجه میکنیم. تمام اینها کاملا طابق و نعل به نعل پایه پولی ایجاد میشه. پایه پولی رو ما نرخ تاثیر ارز رو در بودجه 1401 بالا بردیم، بیشتر داریم پایه پولی ایجاد میکنیم. بنابراین به نظر نمیرسه که ما در واقع تغییر فکری اتفاق افتاده باشه. امیدوارم شما به عنوان نماینده مردم که بندم یکیش هستم و بالاخره شما نماینده بنده هستید در مجلس انشالله تفکیک بودجه ارزی از ریالی رو انجام بده. واقعا این موضوعی که آقای دکتر دارن میفرمایند یکی از در واقع درخواست های ماست از دولت محترم. اتفاقا قانون تغییر اصلاح ساختار بودجه که سال گذشته به تصویب مجلس رسید همین موضوع توش اشاره شده و دولت موظف بوده که در واقع نه نشد آقای رضا خان. حالا 11 آقای دکتر ببینید، حالا همین که دولت در لایحه داره میگه که من دنبال کسری بودجه نیستم و واقعا داره میگه خط قرمز من حالا استقراض هست و تامین یعنی اون سلطه مالی نباید پیش بیاد، به نظرم خودش یک فرهنگ و یک بدعت خوبیه. متها من برم حالا آقای دکتر برم راجع به بحث تولید. ما میخواییم در این نموداری که البته یکی قبل از این هم هست، ما میخواییم در واقع اینجا چی بگیم؟ میخواییم تأثیر این ارز 4200 رو بر تولید بگیم. اگر دوستان لطف کنن یه اینفوگراف داریم ما که توضیح میده که بله ببینید 5-6 تا مورد هست که ما اثر ارز ترجیحی رو برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ما اینجا لیست کردیم. اولیش از دست رفتن فرصت 65 میلیارد دلاری برای تامین مواد اولیه بخش تولیده. ببینید 65 میلیارد دلار آقای دکتر سروندی واقعا میشد یه بازار بسیار بزرگه، یک کار اساسی در اقتصاد کرد، در تولید کرد، در اشتغال کرد، یک رشد اقتصادی خوب ایجاد کرد باهاش. اما تا اینجای برنامه به این نشستیم که این 65 میلیارد دلار اصلا ما به ازای خیلی درست و حسابی و قابل دفاعی نداشته. راجع به این اگه نکته‌ای هست بفرمایید. من یه توضیح خدمت رو عرض کنم. ببینید برای اینکه ملت عزیز ما بدونن 65 میلیارد دلار یعنی چی، ببینید راه آهن چابهار سرخ شاید مهمترین طرح ریلی ایران و یکی از مهمترین طرح‌های ریلی دنیاست، چون ما می‌خوایم در واقع کریدور شمال جنوب و
فعال کنیم. سالیان ساله که ما مانع شدیم، یعنی کشور ما هنوز تکمیل نکرده این کوریدور رو و بسیار مهمه چون رقیب کانال سوئز میشه. بله. این چند سال پیش که ارز 12,000 تومان بود، 12 همت هزینه راه آهن از چابهار تا سرخس بوده. درسته. میشه 1 میلیارد دلار. 1/65 این مبلغ که ما 4200 دادیم، ما میتونستیم 1350 کیلومتر بین چابهار و سرخس راه آهن بکشیم. ما اینجا وقتی راجع به هزینه فرصت داریم صحبت میکنیم که این 65 میلیارد دلار چه اتفاقاتی رو میتونست در اقتصاد ما ایجاد بکنه. حالا یه نمونهش آقای دکتر صدوانی گفتن با 1 میلیارد دلارش میتونستیم راه آهن چابهار سرخس. فقط من اجازه بدید چون در مورد راه آهن صحبت کردیم. بله. ما هم در حمل و نقل شهری ما میتونستیم 10 تا خط مترو در تهران شهرهای بالای 1 میلیون نفر به وجود بیاریم. ما میتونستیم تمام شهرهای بالای 100,000 نفر رو در تمام کشور به هم متصل کنیم. اصلا آقای دکتر من اینم بگم بریم سراغ بعدیش. حالا هی حمل و نقل صحبت شد، در دولت 13 قرار 4 میلیون واحد مسکونی چیکار بشه؟ ساخته بشه. خب حالا اولا اینو میشه با اونم مقایسه کرد، یعنی 65 میلیارد دلار چقدر میتونه اینو، یعنی چندین برابر این 4 میلیون. اما این 4 میلیون واحد مسکونی که قرار نیست در بافت شهری باشه، که قراره در اطراف شهرها و کلان شهرها جانمایی بشه. خب اینها نیاز به ارتباطات ریلی داره، نیاز به مثلا بزرگراه داره. خب اینها میتونست انجام بشه. بریم سراغ نکته دوم که خیلی مهمه، این ارز ترجیحی برای ازید تولید کننده باعث بی‌ثباتی در محیط کسب و کار شد. یعنی مرتب این چون باعث شد که هی دستورالعمل و آیین نامه و آقا اینو نمیدونم اینجوری بکن، قیمت دستوری گذاشتن که فرداش نمیدونست. اصلا نکته اصلیش اینه، خود شما اشاره کردید که بعضن تولید کننده ها نصف یا زیر نصف در واقع نهادهای مورد نیازشون از طریق ارز 4200 دریافت کردن. مفهومش اینه که 50%ش حداقل از بازار آزاد تامین شده، اما دولت به خاطر اینکه فکر میکرد تولید کننده همه نهاد را از در واقع 4200 دریافت کرده، قیمت گذاری میکرد. قیمت گذاری مبتنی بر ارز 4200 بود، اما تولید کننده نصف نهادهاش رو در بازار آزاد تامین میکرد. یعنی قیمت تمام شدهش بیش از آن چیزی بود که دولت قیمت گذاری میکرد. یکی از اون مسیرهای بی ثبات کننده آقای دکتر سوندی قیمت گذاری دستوری شد. من فقط یک دکتر خدمت رو عرض کنم، کل زنجیره تولید این کالاها تحت تاثیر قرار گرفته. یعنی شما وقتی روی نهاده تاثیر گذاشتید، دقت میفرمایید، ببینید اون وقت مثلا یک کسی که گاوداری سنتی داشته، دامداری سنتی داشته، اینجا میمونه. چرا؟ هزینه تموم شده فردی که میاد از دولت منابع دریافت میکنه پایین تره. اتفاقا آقای دکتر ما چهارمی همینه، یعنی ناتوانی تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ برای برنامه ریزی در تولید، و پنجمی توزیع نابرابر نهاده در صنعت دام و طیور. یعنی ما چون صنعت دام و طیورمون یه بخش 50% مدرن 50% سنتی، اون مدرنه و پیشرفته میتونه بره از بازارگاه نهاده بگیره. اتفاقی که افتاد تو این چند سال، بافت سنتی تولید کنندگان مرغ و گوشتمون ضعیف و ضعیفتر شد. البته ببینید، این بررسی موردی شما در مورد مرغ و تخم مرغ و دام و طیور فرمودید، وگرنه ارز 4200 در ابتدا به 25 تا کالای اساسی اونجا تأسیس پیدا کرد. 25 تا بازار مهم کشور رو که کالای اساسی تولید میکردن از بین بود، مثلا لاستیک. بله دقیقا. بله. خب پس اینم از بحث بی ثبات کنندگی ارز 4200. سومی کاهش تولید نهادها در داخل به دلیل واردات با ارز 4200. این که دیگه اصلا نیازی به توضیح هم نمیخواد، یعنی کدوم کشاورزی میتونه ذرت و جو و سویا تولید بکنه که با وارداتی که با ارز 4200 تومانی داره صورت میگیره رقابت بکنه؟ حتی اگر قیمت خرید تضمینی هم رو اینا داشته باشه که دولت به دلیل محدودیت های مالی اونقدر دستش باز نیست، باز هم قابل رقابت نیست. و نتیجهش این شد که ما برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی، اگر اشتباه نکنم بند 5 یا 6ش باید باشه، تولید داخل نهاده هامون به شدت کاهش پیدا کرد. خب اینو در مورد بحث، حالا من 4 و 5 هم توضیح دادم دیگه، با هم صحبت کردیم. اجازه میفرمایید من یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. من در برخی مواقع صحبت میکردم با دانشجویان خودم،
اینا میگفتن که مثلا کشور ما که ظرفیت تولید ذرت که نداره به عنوان مثال ما بله. باید از خارج وارد کنیم. ببینید ما که ذرت الان تولید نمی کنیم چون 50 ساله که این سیاست ادامه پیدا کرده. این مهمترین این سیاست 420 که امشب ما داریم بحث میکنیم مهمترین بیماری کشوره، بزرگترین بیماری اقتصاد ایران بیماری هلندیه، بیماری هلندی یا داچ دزیز. اسم دیگر، نام دیگر بیماری هلندی دی اینداستریالیزیشن، صنعت زدایی. هر جایی که این ارزهای رانتی سوبسیدی فاسد وارد بشود تولید خارج میشود. دقت میفرمایید اگر ما در کشورمون ذرت تولید نمیکنیم به دلیل این بوده که سالیان سال بله. متاسفانه بله. این سیاست‌های ضد صنعتی و صنعت زدایی سالیان سال است که ادامه پیدا کرده. درسته. خب در مورد ششم، اختلال ارز 4200 تومانی روی صادرات. یک اختلال بدی ایجاد کرد آقای دکتر رضاخواه. علتش این بود که به هر حال تولید کنندگان و صادر کنندگانی هستند که کالایی صادر میکنن که ماده اولیش به هر حال ارتباط پیدا میکنه با این ارز ترجیحی و 4200 تومانی. در ابتدا که خب کسی متوجه نشد و اینا مثلا بیسکویت و شیرینی و شکلات که همش کلا یارانه بود صادر میشد و یه به هر حال سود خوبی داشت. کم کم فهمیدن که بابا این مثلا آردی که یارانه هست یا مثلا نهاده که تبدیل به شیر میشه و این شیر مثلا تبدیل به بستنی میشه، خب داره در واقع ارز 4200 صادر میشه، اومدن روش عوارض گذاشتن. بعد هر از گاهی هی مرتب این تعرفه ها تغییر، صادرات ممنوع و دامنش هم به این کالاها محدود نشد، یعنی کلا یه اختلال بی‌نظمی بعدی توی صادرات ایجاد کرد. و در نمودار بعدی هم اگر لطف بکنن ببینید اون دادن نهاده 4200 تومانی چه اتفاقی روی مصرف ایجاد کرده. عمده این نهاده ها رفت سمت تولید گوشت مرغ و نگاه بکنید روند 10 ساله مصرف گوشت مرغ یه روند مشخص و در واقع منطقی بوده، اما از سال 99 یه شیب خیلی تند پیدا میکنه که میتونه مربوط به این نهاده 4200 تومانی باشه. البته با توجه به کاهش مصرف گوشت قرمز میتونه هم جایگزین هم شده باشن، اما به هر حال مصرف گوشت مرغ ما الان بسیار بالاتر از حداقل سال 98 به قبله. این دیگه غیر قابل انکار هست و این هم میتونه متوسط جهانی هم بسیار بالاتر، بله. دو برابر. بله. بسیار خوب، خیلی متشکر آقای دکتر سلوندی. یه بحثی که هست اینه که ما اصلا یه پایگاه اطلاعاتی جامعی نداریم که اصلا بفهمیم از کدوم دهک باید حمایت بکنیم، چجوری باید حمایت بکنیم، و نتیجهش این میشه که سیاستگزار شاید مثلا چاره ای نداره که بیاد اینجوری خلاصه عرض بپاشه و فساد ایجاد بکنه. این هم یک گرفتاری ماست واقعا. نه چطور چاره ای نداره سیاستگزار؟ سیاستگزار سالیان سال بنده، خود شخص بنده بارها و بارها سعی کردم که سیاست‌های جایگزینی رو معرفی کنم که وضعیت اقتصاد ایران رو کاملا میتونه تغییر بده. سیاستگزار داره به مردم پالس میده، به مردم سیگنال میده در جهت رفتار اشتباه. الان ببینید ما در اقتصاد یک اصلی داریم به کالاهایی که پوزتیو اکسنالیتیز دارن. یعنی چی پوزتیو اکسنالیتیز؟ یعنی برونداد مثبت، یعنی آثار خارجی مثبت، آثار جانبی مثبت. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما آموزش بدید به یک فردی در جامعه، این آموزش ممکنه به دیگران منتقل بشه. یا اگر شما مثلا به یک فردی رو مثلا پزشکی مثلا شما تربیت کنید، این آثار سلامتش رو بقیه بله. منتقل میشه. تو این جور کالاها میگن که سوبسید بدید، کالاهایی که آثار خارجی منفی داره، آثار جانبی منفی داره. ما سعی میکنیم از اینا مالیات بگیریم در دنیا. همین است که شما میبینید کشور نروژ که یکی از نفت‌خیزترین کشورهای دنیا از وقتی سرانه در نظر میگیریم، دومین کشور گران دنیا از نظر بنزینه. خب حالا دقت بفرمایید روغن خوراکی مصرف کشور ما دو برابر میانگین جهانی است. از اون طرف ما متاسفانه در این کشور فقر غذایی داریم. دقیق می‌فرمایید اینها سیاست‌گذاری نادرستیه که ما داریم انجام میدیم. بعدم میگیم چاره‌ای نداشتیم. چرا چاره‌ای نداشتیم؟ از همون اول، فقط در مورد 4200 هم نیست. درست. بازار نیما هم همینه. بازار نیمایی ما ساختیم که ما میایم در واقع بازار نیما رو توی جلسه دیگه از صادر کننده ما میایم میگیریم
به وارد کننده سوبسید میدیم. خیلی خوب با. ما حالا انشالله بحثای ارزی رو هم خدمت شما خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم. ما حالا همت میگیم توی ارقام دیگه منظورمون 1,000,000,000,000 تومان هست، بنابراین اینو بینندگان عزیز در جریان باشن. خیلی متشکرم آقای دکتر صدوندی، جناب دکتر رضاخواه، بحث خوبی داشتیم امشب، امیدوارم مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.